در ادامه بدرفتاری ها با مهاجران افغان در کشورهای ایران و ترکیه، اکنون شماره از مهاجران افغان که در این کشورها بود و باش میکنند میگویند که نیروهای این دو کشور با آنان از خشونت کار میگیرند. برخی از این مهاجران همچنان میافزایند که ایران و ترکیه شماره از مهاجران افغان را از بهر توزیع کارت اقامت در برخی از مرکزها خواسته بود که بعدا آنها را بازداشت کردند. ترکیه دونو روستون زو سرا سرا پدغه روستو که در حکومت لخوا اعلان سوی و چه هاگ افغانان چه پا غیر قانونی توگا پا استانبول که جوان که دوی که ولشی راشی مک دوی تا در اوسیدل و قانونی اسناد یا هم که ملیک ورکو کل سی دوی داگه در مهاجرت آروان داگه کم سازمان یا دفتر تا دوی تللی و 1500 افغانان دوی د پولیسو لخوا نیول شوی دی او پا یوزایی توگا افغانستان تا دیپورت شوی دی. خشونت صورت گرفته، اونا را تحقیر کردن، توهین کردن، به ملتشان توهین تحقیر کرده، به سرزمینشان توهین تحقیر کرده، هرچی که در ذهنشان آمدن کردن. با این حال شماره از فعالان عرصه حقوق مهاجران میگویند که امارت اسلامی برای حل چالش های مهاجران افغان در کشورهای میزبان از راه گفتگو باید چالش های مهاجران را هرچی زودتر برطرف سازد. امارت اسلامی افغانستان و اون نمایندگی های سفارت افغانستان باید از طریق مرجع قانونی اون گفتمان های سیاسی را در رابطه با وضعیت اقامت این مهاجرین با وزارت داخله این کشور، سازمان ملی مهاجرت یا ادارات اتباع باید در این زمینه رایزنی صورت بگیرد. همزمان با این وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگویند که در یک هفته پسین بیش از 35,000 مهاجرین افغان دوباره از کشورهای همسایه به کشور برگشتند. سخنگوی این وزارت میافزاید که در حال حاضر گفتگوها از بهر حل چالش های مهاجران افغان در کشورها نیز جریان دارد و از کشورها نیز میخواهند تا با مهاجران افغان از برخورد نیک کار بگیرند. تیر یوه هفته کې له ګاونډیو هیوادونو څخه څه باندې 15,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. له دغو راستانه شویو مهاجرینو سره د هیواد په فرضي او سرحدي دروازو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي. این در حال است که روز گذشته نیز 355 خانواده مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان دوباره به کشور برگشت داده شدند.